خانم رضایی، آقای یارمند در رابطه به اصل دید منطقه در قبال قضایای افغانستان به ویژه بحث امنیتی صحبت کرد و در رابطه به عدم موجودیت یک چارچوب روشن و مدون که معرف تشخیص دوست و دشمن باشه در قبال حکومت افغانستان. فشرده از سوال سخیر هم خدمتتون یاد میکنم. در ولایت غزنی 12 تن در اثر انفجار بمب کنار جاده کشته میشه، 7 تن دیگر همون رقم. در ننگرهار یک سرباز ناتو کشته میشه توسط سرباز ارتش افغانستان در ناحیه نهم شهر کابل. اینا حوادثی است که در چند روز در افغانستان اتفاق افتیده. سوال اساسی اینجا است که حکومت افغانستان بیخیال از اوضاع امنیتی و اعتماد لازم را که حالا کسب کرده از طرف حکومت پاکستان مصروف چی کار است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمانان برنامه و بینندگان محترم. ما اولتر از همه لازم میدانم که ابراز تسلیت عرض کنم خدمت تمامی خانواده هایی که در یکی دو روز گذشته تلخترین حوادث را شاهد بوده، از حادثه شهادت 12 تن در غزنی گرفته تا حادثه ناگواری که در بلخ اتفاق افتاد و تا حوادث دیگری که در نقاط مختلف افغانستان در جریان 3-4 روز گذشته اتفاق افتاده، همگی حاکی از این که امروزه مردم افغانستان قربانی حوادث تروریستی شده، ولی کمتر متاسفانه درد مردم افغانستان درک شده. ولی که حکومت مصروف چیست در پاسخ به سوال شما، من میخوایم چند موضوع یادآوری کنم. ای که ما در دو دور پارلمان، چی در دور 15 و در دور 16، یکی از حرفای اصلی را که همواره روی او موضع گرفته مجلس نمایندگان و من شخصا حداقل چندین مورد در باره در دو دور گپ زدیم، بحث سیاست کلی کشور در مطابقت با قانون اساسی افغانستان تصویب سیاست کلی کشور جزء وظایف پارلمان و حکومت باید سیاست کلی کشور را که موضوعات مربوط به جنگ و صلح، موضوعات مربوط به سیاست خارجی کشور، این موضوعات در حقیقت بخش از سیاست کلی کشور است، یعنی موضوعات را در بر میگیره، ما خواهان شدیم که به پارلمان فرستاده شود و پارلمان مورد تصویب قرار بده تا یک دید روشن نسبت به قضیه جنگ در افغانستان، روند مذاکره و صلح، سیاست خارجی، برنامه‌های دیگه که جزء خطوط اساسی کلی یک کشور به حساب میاد، باید مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار بگیره که در حقیقت یک اجماع به صورت غیر مستقیم از آدرس ملت افغانستانه. ولی شما شاهد بودین که در دور 15 هم فقط یک شبه یک مقاله به پارلمان افغانستان فرستاده شد، چون مورد پذیرش پارلمان قرار نگرفت، دوباره رد شد. حکومت مصروف چیست؟ حکومت مصروف متاسفانه یک چیز واقعیت، خصوصا اگر ما 13 سال گذشته را به بررسی نگیریم، حداقل 6 ماه عمر حکومت وحدت ملی را ببینیم، نه تنها حکومت بلکه دولت در مجموع مصروف بحثای حاشیه‌ای است تا موضوعات اساسی. ببینین امروز پارلمان افغانستان، ما عضو پارلمان افغانستان هستم، ولی عملا میبینین که پارلمان افغانستان پارلمانی که باید به مسائل اساسی کشور، نامنی‌های شاهراها، نامنی‌هایی که از مردم افغانستان در مسیر ولسوالی‌ها تا مرکزهای ولایت، مراکز ولایت قربانی میگیره، به این مسائل به بحث انداخته شوه، جریانات مختلف میان دو گروه، اینا موضوعاتی که داخترین بحث را متاسفانه در پارلمان تشکیل میده. میایم سر حکومت وحدت ملی، هر دو شاخه در واقع یا هر دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی، هر دو دکتری که در رأس حکومت وحدت ملی قرار داده، امروز جنجال اصلی دو نهاد قدرت را، چگونگی تقسیم قدرت و چگونگی عزل و نصب وزیر و معین و تا سرحد الوی درستیز و ریاست یک کمیسیون ها تشکیل میده. در حالی که ما میخواییم یادآوری کنم حادثه که دیروز در غزنی اتفاق افتاد حادثه اندکی نبود، 12 نفر از یک فامیل در یک مراسم فاتحه میخواه از یک ولسوالی در ولسوالی دیگه بره ولی قربانی میشه. چند وقت پیش در مسیر گیلان جاغوری، اگر نمونه های از ولایت غزنی داشته باشیم، 8 نفر در یک حادثه از بین میره که 6 نفر عضو یک فامیله. یعنی یا مثلا مسیر اشاره میکنیم که حکومت وحدت ملی جنگ قدرت را داره تجربه میکنه و جنگ اصلی که خطر جدی علیه منافع این مملکت، علیه مردم این مملکت فراموش شده. نه، ما میخواییم که چند موضوع یادآوری کنم. ما به چند موضوع امروز ببینید وضعیت کشور در چه حالت قرار داره. 31 نفر بیش از 48 روزه که در اسارت گروه قرار گرفته، خانواده های 31 نفر چشم برای مردم افغانستان، افکار عمومی چشم برای که نتیجه چی میشه. استخبارات افغانستان، نیروهای امنیتی و کشفی افغانستان با تمام طول و عرضی که داره، آیا هنوز نمیدانن که این 31 نفر در اختیار کیست؟ ما برداشت می که ما مسائل بسیار کلی تر داریم، هم پارلمان افغانستان، هم نهادهای حکومتی و اجرایی مسائل بسیار کلی را باید روی دست بگیریم. از جمله مسائل کلیه که ما بعد از 13 سال تا
تجربه حکومتداری بعد از یک دهه، بعد از یک فصل جدید و با تجربه ناکام چند ساله روند صلح در افغانستان، خوشبینی کاذب را در افغانستان خلق نکنیم. و نتیجه نتیجهش چیه که ما زمانی که خوشبینی کاذب خلق شد، نهادهای امنیتی به یک شکل اطمینان نداره که آیا ما به طرف صلح پیش میریم یا به طرف جنگ. وظیفه که باید به پیش برده شود در میدانهای نبرد، آیا روزی به خاطر این نبردی که در هلمند، در مزار شریف، در غزنی به پیش برده میشه، مورد توبیخ و تقبیح قرار میگیریم یا مورد تحسین و تقدیر؟ اینا هر فرد به جای نیروهای امنیتی باشه در یک دوراهی عام و تام قرار داره. به خاطر سیاست کلی ادعای آقای یارمند را میپذیرین که یک چارچوب روشن و شفاف به خاطر تعریف جنگ و صلح در افغانستان وجود نداره؟ نه، چارچوب را من کوچک تاییدم که چارچوب مشخص وجود نداره، چون چارچوب مشخص یا استراتژی امنیتی بخشی از بحث کلان مملکتیه که به نام سیاست کلی کشور یاد میشه. من خواستم به اون موضوع، ولی مسائل در سطح کلان تر کشور وجود نداره. در 13 سال ما شاهد یک خط روشن، یک استراتژی مدون علیه تهدیدات امنیتی داخلی و منطقه‌ای نداریم، نیستیم، نبودیم. ببینین امروز سیاست خارجی کشور، اگر کسی بیایه یک سیاست خارجی تصویب شده را که به عنوان خطوط اساسی سیاست کلی کشور در پارلمان افغانستان به تصویب رسانده باشه، ما چنین چیز را نداریم. سیاست کلی کشور که موضوعات جنگ و صلح را در بر میگیره، موضوعات کلان مملکتی را در بر میگیره، حداقل مطابق پیشبینی قانون اساسی افغانستان ما نداریم. یعنی ممکنه در ادارات هر کس برای خود پالیسی ساخته باشه، استراتژی ساخته باشه، استراتژی در محدوده از وزارت و او اداره قابل تطبیق باشه، ولی چیزی را که بحث کلان را، خطوط اساسی سیاست کلی یک کشور، خطوطی که باید توسط حکومت به مرجع به نام پارلمان فرستاده شوه و وجود نداره. افغانستان فقط این چنین سیاست است. ممنون آقای ولولجی. آقای یارمند اشاره کردن که خب باز هم تکرار میکنم ادعایشون را که افغانستان متاسفانه که فاقد یک چارچوب روشن دفاعی است. حالا آقای غنی در سخنرانیشون در کنگرس آمریکا در مورد طالبان گفت که ما الان دیگر در حال دفاع نیستیم، بلکه در حال حمله هستیم. همه شبه نظامیان باید بدانند که دولت وحدت ملی از موضع قدرت با طالبان گفتگو میکند و طالبان انتخاب کنند که افغان هستند یا القاعده باقی میمانند. اما حالا حملات طالبان در این ماه نشان داد که اینا طالب هستن یا افغان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خوبی که طالب هستن یا افغان هستن، توجهاتم که کسایی که می جنگن در افغانستان یا از خود افغانستان هستن یا از کشورهای دیگری که عجیر هستن می جنگن در اینجا، و یک در عبود واسه بازی تجزیه شوه، چرا که کسایی که در افغانستان می جنگن و در پاکستان اونجا لانه های داشتن و تعلیم می دیدن، تمویل می شدن، اینا از قزاقستان هستن، از قرغیزستان، از تمام می مملکت هایی که در اطراف افغانستان هستن وجود داره کسایی که می جنگن در افغانستان. این افغانستان یک به صفت یک کانال ورود به آسیای میانه و طرف به چین ایتو یک موقف داره. پس در اینجا تنها طالب های افغانی نیست که در افغانستان می جنگن، بلکه دیگه اتباع خارجی هم هست اینجا. فعلا عملیاتی را که پاکستانی ها برای انداختن، تمام گروپ های توریستی اکثرا به طرف افغانستان آمدن لغزیدن اینجا، و در خود مملکت ما این پیش بینی شاید نشده باشه که اگر عملیات نظامی دیگه انجام میشه در پاکستان، گروپ های تروریستی که وارد افغانستان میشن در مورد از اینا چه رقمی موضع بگیره افغانستان، این شاید تدبیر نشده باشه و قطعات دیگه وزارت دفاع و وزارت داخلیت یا رسط امنیت اونقدر متوجه نشده باشن. حالا من میخوام که در رابطه با ادعای آقای غنی کم توضیحات بدین، جدا این که حالا ما دستبندی کنیم طالب را، که طالب متشکل از کدام گروه؟ حالا آقای غنی زمانی که میگه که طالب خودش انتخاب کنه که افغان است یا القاعده باقی میمونه، ما در یک حالت حمله هستیم نه دفاعی، به چی معنی است این ادعا؟ خب موضع جنگ در افغانستان عموما تدافعی بوده، یک عملیات صورت گرفت از طرف اردوی افغانستان، پلیس، نیروی امنیتی، فرزن در هلمند، در ولسوالی سنگین، ارتش افغانستان عملیات انجام داد. این عملیاتی که
نتیجهش مثبت بوده یا منفی بوده چی دست آوردی داشتن از عملت بگو اینا اونقدر پشتی نمیگردن و ای امیر نمونه میگیرن که این عملیات تعرضی آغاز شده یا در دیگه ولایت های افغانستان در بدخشان در قندوز در همه جا تقریبا جنگ های تعرضی تو مساوی شده فکر نمیکنید زمان که آقای غنی میره در کنگرس آمریکا در کشور بزرگترین همکار راهبردی و مالی و مادی خود به نحو کمکاری و ناتوانایی نیروهای امنیتی یا کل حکومت افغانستان را در برابر مبارزه با شورشگری و افراطیت توجیه میکنه با این ادعا که طالبان خودشان انتخاب کنند که افغان هستند یا القاعده باقی میمانند چون ما در یک حالت حمله هستیم نه دفاعی خوب گپای خود دکتر سیو است اونو شاید منطقی را داشته باشن که با چی دلیل گپا گفتن اما وضعی را که ما میبینیم افغانستان تعریف کننده یه موضوع نیست یعنی صحیح هست افغانستان بعد از این در طول 13 سال که ما ارتش نداشتیم نیروی امنیتی نداشتیم نیروی استخباراتی نداشتیم فعلا با وجود آمده در حدود 3,50,000 اضافه تر نیروی امنیتی افغانستان شمار شد یه خودش یک دستاورد است یک پیشرفت است که از نیروی امنیتی که وجود نداشت خاله وجود سیوریم لکه اسکر وجود در همه تعلیم دیده هستن و خصوصا این که ما نیروی کماندوی داریم نیروی خاص داریم در هم در وزر داخل هم در امنیت دولتی و هم در این در روز 12,000 نفر در این جنگ های نامتعارف که در افغانستان جریان داره اینمی 14,000 نیرو میتوند اگر درست استعمال شود بجا عملیات را صورت بتن چون جنگ چریکی است در افغانستان جنگ های پارتیزانی است تا جنگ جبهه‌ای وجود نداره در افغانستان میتونن با موفقیت وظیفه خود انجام بدن و به فکر ما اینمی در عملیات هایی که شبانه انجام میشه عملیات هایی که سپیشل فورس افغانستان انجام میده خیلی وسیع هست اما در رسانه اوقدر این نیکاس نمیافه که مردم بفهمه بدون شکل انگیزی که نزد این نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر دفاع از استقلال و تمامیت ارضی این خاک است ما در اون بحث کار نداریم چیزی که خیلی مهم است انگیزه دادن است به نیروهای امنیتی افغانستان خانم رضایی قبلا اشاره کردن حالا فکر میکنین انگیزه لازم برای دفاع از خاک و نیروهای امنیتی داده شده در این 13 سال و در این 6 ماه از حکومت بعدت میگه بله وقتی که یک سرباز شما تربیت میکنه یک افسر تعلیم میبینه این در دمی جریان که مهارتی که کسب میکنه و ابتکار را که از خود نشان میده وقتی در یک جبهه پیروز میشه یک امیدواری براش کسب میشه ما ببینیم نیروی امنیتی ما پیروزی بسیار زیاد داره که او باید تبلیغ شود پس بالاخره میپذیریم که چارچوب روشن وجود داره به خاطر مبارزه با ببینید سیستم وجود داره ما وزارت داخله داریم وزارت دفاع داریم ریاست امنیت دولتی داریم اولی نمی سه قوتی را سیستم سه تشکیلی که هست اینجا باید و اولیم فکر میکنم چین باشه یک افسری که وزارت دفاع کار میکنه یکی باید پشت سیاست نگرده که در افغانستان در مابین دولت یا مابین افغانستان و پاکستان چی میگذره نه این باید وظیفه خود انجام بده که تامین امنیت است آقای مرتین سیستم وجود داره آقای یارمن گفت که سیستم و چارچوکات وجود نداره زمانی که شما میگین سیستم وجود داره و میلیاردها دلار در این 13 سال از آدرس همین سیستم بالای نیروهای امنیتی و چگونگی مبارزه با شورشگری و پدیده های افراطیت به مصرف رسید و نتیجه مثبت و مثمر نداد درست حالا پس سیستم فرج از دیگه کارایی نداره چرا ولی ما شما دستاوردهای زیاد داریم در این مورد یکی که ولی ما در این دستاورد در جنگ مشخص این چیز کمیت یا کیفیت کار هم کمیت و هم کیفیت جناب یارمان صاحب دو کار کردن معین وزارت داخله بودن تو جایی را خو یک سلگپ های وجود داره که منفیگرانه ما باید حرف بزنیم اما در عموم اگر ببینیم ما نباید را نادیده بگیریم که ارتش افغانستان توانایی را کسب کرده اما این که هیچ رقمی استعمال میشه با چه نوع از استفاده میشه این بسیار مهم است مطرح است کی را باید در نظر بگیرند قوات های امنیتی ما مطابق با او عمل ممنون یک میان برنامه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم